أول ما واحد باشي در ذات الله سبحانه وتعالى ذات الله شي قسم تو واحد شدا متاني قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل <applause> هو الله احد الله الصمد الله بنياز اس شي بنياز اس اس پسر از دختر از مادر از پدر از سکرتر از رئیس دفتر از واسطه از وسیله از کسی که برای از او خبر برسانه یا کسی برای از او پیام برسانه الله سبحانه و تعالی از کل جا بینیاز است پس تو موحد هستی، ذات چرا؟ الله سبحانه و تعالی در ذات خود ذات یگانه هست از این خاطر گفته ک مثلیه شیع وقتی که ذات الله را سرش فکر میکنی زیاد فکر نکو فقط امر الله را آیات قرآن در نظر داشته باش که لیس که شی اگر الله گفت ید الله باید ید الله را تحت کدام چوکات بفامی تحت چوکات لیس که مثله شی باید را تشبیه نکنی تمثیل نکنی تعطیل نکنی و ایره مثلا با صفات مخلوقات هیچ مخلوقه لیس که شی در صفات الله سبحانه و تعالی همچنان وقتی که در صفات الله می باید بفهمی که الله صفات خاصی داره و انسان ها صفات خاص خود دارن مثلا ما صفات دارم صفات مخلوقی هست پس ما احیان مرا خو میگیرن احیان مرا پینگی پنج... میگیرن الله سبحانه و تعالی چی میگه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ما احيانا كي اغانوس إيه كي خسته حراره تم أنت كلمه باينه بص صح ينم لي تشي ميغان يسن ميغان بالزبان العربي ميغان سنا سنا بس ما إيه مخلوق هسه عاجز هسه وضعیت خراب نوم خوابه ما می خوب سی خور خوش بود وقتی بس صفات مخلوقه باید با صفات خرابة. لا تاخذه سنه سنه ولا نوم ناس نمیگیرش و نه نوم پس ايه چرا خالق است دیگه ذات کبریا هست ما هستیم مخلوق هستیم پس صفات الله بايد صفات مخلوقه بشناسیم مخلوق صفات خراب دارن بسیاری وقتا اشتباهات دارن صفات خوبم دارن صفات خرابم دارن لکن صفات خوب ما هم صفات ضعف است مثلا عالم هستیم مخلوق عالم است بله عالم است الله عالم است بله عالم است پس این هر یک چه شد نه عالم بودن خالق با عالم بودن مخلوق بسیار فرق میکنه چی فرق میکنه فرقش این است که ما علم ما اول جاهل بودیم باز عالم شدیم دیروز روز ما گفا نمیفهمیدیم پس علم ما با علم الله علم الله علم قدیم است الله سبحانه و تعالی عالم الغیب و شهاده ما اینی کسایی که در اتاق سیار علم دارم اما بیرون اتاق نمیفهمم من مخلوق هستم لکن الله سبحانه و تعالی عالم غیب است از داخل و بیرون کل دنیا من از ظاهر تو را میبینم از قلبت خبر ندارم اما الله آنچه که در قلب تو میگذارم پس ما باید ایره ای چی است که توحید در اصطلاح چی است که در ذات الله یگانگیشه در صفاتش